اگر شما می بینید که اسرائیل دید در بر... در برخورد با اتباع اسرائیل خیلی محکم برخورد میکنن دید مثلا استخونای سرباز با 10 نفر آدم زنده چیکار میکنن معاوضه میکنن میبینی برای چی اگر یک سرباز دستون اسیر بمونه بین اینا یه هول و ولای میفته اوه اسیر میگیرن و الهال میکنن بل میکنن یعنی این ترسه خیلی بدتر برایشون ضربه زده حاضرن با استخون آدم عوض بکنن من 1954 تا همین آخرین موردشو براتون فقط میخونم شما نگاه 1950 54 نیروهای مصری 10 تا اسرائیلی تو کانال سوئز میگیرن همه را رو تحویل میدن بدون چی یه سال بعد سوریه یا 5 تا اسرائیلی رو دستگیر میکنن توی عملیات تبادل یکیشون مرده بوده تو زندان چهار تا اسیر میدن با یه دونه جنازه 41 نفر سوری رو آزاد میکنن از اسرا که دست اسرائیل بوده همون سال مصر خیلی جالبه این چهار نفر از اسرای اسرائیلی رو در... که در جنگ 1956 اسیر گرفته بودن فکر می‌کنی با چند نفر عوض 100 تا 200 تا 1000 تا 2000 با 5500 نفر <applause> ببینید چقدر اینا نگران نیروی انسانی شما پس ببینید اگه یک دونه اسرائیلی کشته میشه امروز شما میشنوید توی قدس یه نفر با ماشین رفت زد دو سه نفر رو لتو پارک کرد شما خودت میگه آه بابا اون الان 6 میلیون جمعیتشون دو سه نفر به کجا برمیخوره نه این نیست اون دو سه نفر دو سه میلیون نفر دارن میلرزن الان تو اسرائیل 1963 بین سینوسا سوریه مبادلت صورت میگیره 11 تا اسرائیلی در مقابل 15 تا سوریه ای آزاد میشن 1968 یه هواپیما روبایی صورت میگیره سرنشینشون در مقابل 37 نفر فلسطین که داره احکام شدید بودن اعدام و حبس ابد اینا آزاد میشن 1974 دو تا جاسوسی که تو مصر دستگیر شده بودن در مقابل 65 نفر آزاد میشن 1983 تمام افراد بازداشتی در بازداشتگاه اسرائیلی در جنوب لبنان که 4700 نفر و 65 اسیر در زندان اسرائیل در داخل سرزمین اشغالی بودن در عملیات تبادل با 6 نفر مبادله میشن در 1983 6 تا اسرائیلی در مقابل 311 تا سوریه 1985 1150 تا اسیر لبنانی و فلسطینی با 3 تا اسرائیلی 1991 دو تا تبادل صورت میگیره در تبادل ژانویه اسرائیل 21 اسیر و در تبادل دوم جنازه نظامی خودش رو که تحویل میگیره 51 اسیر دیگر هم آزاد میکنه در واقع یک جنازه 72 نفر آزاد میشن در مجموع 1997 شیخ احمد یاسین اون رهبرشون که روی ویلچر بود میشست که بعدا ترورش هم کردن با موشک زدن با هلیکوپتر در یک عملیات تبادل ویژه با گروهی از جاسوسا و افرادی که در ترور خالد مشعل نافرجام خالد مشعل نقش داشتن مبادله شدن در 1998 این تبادل ازبوله انجام میده در ازای آزادی 60 اسیر که ده نفر اون از زندانهای داخل سرزمین شالی و بقیه از زندان الخیام بودن و 40 تا از پیکر شهدای لبنانی جنازه یک درجه اسرائیلی تحویل داد خیلی اینا رو چزونده توی مبادله اسیر 2004 با میانجیگری آلمان جنازه سه تا نظامی اسرائیلی و یک نیروی احتیاط رو داد 400 اسیر فلسطینی 23 تا لبنانی 5 تا سوریه‌ای 3 تا مراکشی 3 تا سودانی یه دونه لیبیایی و یه شهروند آلمانی را آزاد کرد 2008 دو تا نظام اسرائیلی که قبلا تو جنگ 2006 جنگ 33 روزه به دست این حزب الله به اسارت در در عملیات و محافظه با سمیر قنتار اسیر ویژه اسرائیل این نماد بود سمیر قنتار جزء اولین اسرا بود و چند نفر دیگه سه تا دیگه آزاد شدن روز مبادله اینا فهمیدن که این دو تا سربازشون اصلا زنده نیستن تابو تعبیرشون داد زبولا وسط اصلا اصلا گفت نیروهای ما بازوهاشون قوی بود وقتی این اینا رو اسیر گرفتن داشتن میآوردن محکم فشار دادن تو راه خفه شده بودن خب چه کنفرانس خبری اینجوری بشه ببین چقدر اینا جون دوستن فهمیدید یعنی یکی از اینا رو که اسیر میگیرن به دست و پا زدن میفته تو همین باز دوباره در 2011 بود که 1027 اسیر فلسطینی با گلاد شالیت نظامی سایونیستی شدن محافظش و به حماس این چیز انجام داد که ضرر زیادی کرد اینا این هزار نفر این همشون مبارزن برگردن دوباره اصلا دست میگیرن و همین آخر هم که شما دیدید که در جنگ 51 روزه اصل ماجرا سر چی بود که حماس میگفت یه نفر چی گرفتم اسیر گرفتم شما که اخبار گوش میکنید یه اسیر گرفت مثلا چی 100 تا 100 تا نه یه اسیر اثرش با یه اسیر اینور یکی نیست اونا میلیون ها نفر میلرزن اخ اینا دارن اسیر میگیرن همین تونلا شما نمیدونید اینا توهم زده بودن سربازشون یه تو بیابون داد میزدن یه خرگوشی میرفت اینور اونور بر. میگفتن اینا دهنه تونلشون اومدن بالا یارو شروع میکرد دویدن و فلان و اینجوریه هر گونه در مجموع هم. احساس خطر در اسرائیل یعنی فرار